با نام خدا. بند دوم از سوال یکی که در ویدیو قبلی مطرح شد دنبال میکنیم و در این قسمت هم دو نکته دیگر رو باز مرور میکنیم. ابتدا منحنی مشخصه جریان ولتاژ رو باز مطابق سوال قبلی مطرح کرده و فعلا بریم این منحنی مشخصه رو محاسبه کنیم، بعد بقیه بنده ها رو مرور میکنیم. خب باز اینجا هم میتونیم برای محاسبه منحنی مشخصه جریان ولتاژ به شکل تحلیل ساده مداری بریم جلو. پس من دوباره یک محور جریان رسم میکنم، یک محور ولتاژ رسم میکنم و بریم ببینیم که تو این مدار چه اتفاقی میفته. خب این دیود در این شکلی که سه تا المان با هم سری هستن توسط این منبع ولتاژ مستقل منفی وصله به آنود دیود و دیود تا زمانی که اثر این توسط ورودی خونسا نشود همچنان قطعه، چون آنود وصله به پای منفی. پس که این منبع میتونه خونسا بشه به شرطی که شما از این طرف سمت مثبت که به مثبت این وصله یه ولتاژ مثبت‌تری از این یک اعمال کنید تا این یک خونسا بشه تا از این مثبت مثبت برسه به آنود و این دیود هدایت کنه. پس که هادی نیست این ولتاژ زیر یک ولت باشه. پس من بیام یه نقطه ای رو اینجا زیر یک ولت لحاظ کنم، تا زمانی که ولتاژ ورودی من زیر یک ولته دیود هدایت نمی کند، قطعه و یه جریانی از این عبور نمی کنه، چون مسیر قطعه پس آی صفره، پس جریان به ازای این ولتاژ ها صفر خواهد. حالا اگر این ولتاژ از این یکه بزنه بالا پس این دیود هدایت می کنه، میشه اتصال کوتاه و عملا از این نقطه به بعد این ولتاژ مابقی بیش از یک ولتش میرسه به این نیمه و نهایتا جریان مساوی زیمنس ضربدر ولتاژ. خب این اهمش نیمه، زیمنسش میشه دو و پس شاباشی به دو این میره بالا. بنابراین یه همچنین مشخصه رو ما خواهیم داشت. آیا مدار میتواند با هر جریانی تحریک بشود؟ نه خیر، جریان های منفی اینجا مشکل ایجاد میکنه، چون در ناحیه چهارم و ناحیه سوم این نمودار مشخصه ای ندارد. و این که میگیم جریان های منفی مشکل پیدا میکنه یعنی چی؟ یعنی شما از این طرف جریان منفی بدید. یعنی چی؟ یعنی از این طرف جریان مثبت بدید. خب از این طرف جریان مثبت بدید، از کاتود دیود که نمیتونید جریانی بور بدید، پس محدودیت اعمال جریان دارید. یعنی نمیتوانید این مدار رو با هر منبع جریان مستقلی تحریک بکنید، به شرطی که آن منبع جریان جریان های مثبت رو برای شما تدارک ببینه. با ولتاژ چی؟ ولتاژ محدودیتی نداره. شما همه محور ولتاژ رو نگاه بکنید، هر عددی انتخاب بکنید به تناظر این جریان دارید. بنابراین برای ولتاژ محدودیتی وجود نداره. باز مشابه همون سوال اول، دوباره شاید اگر مدار المان های زیادی کنار هم داشته باشه و عملا المان های غیر خطی عملکرد سنگینی داشته باشن، عملکرد پیچیده‌ای داشته باشن، تحلیل مدار به این صورتی که اینجا نوشتیم کمی سنگین هست، مگر اینکه مسائل بیشتری ببینیم، حل بکنیم و بتونیم تو اون حوزه ها تسلط بیشتری داشته باشیم. باز تسلط بیشتر بودن هم تضمین نمی‌کنه که ما بتونیم هر مداری رو با هر پیچیدگی به همین شکل ساده چیکار کنیم، مرور کنیم. خب پس نهایتاً چاره چیست؟ چاره اینه که من بیام کیویل کسیل بنویسم کم آف سابق. پس بیام این ولتاژ قطعاً یه سهمی اینجاست، یه سهمی اینجاست، یه سهمی اینجاست. من مدار مجدداً رسم میکنم و نهایتاً اینجا سهم V1م، سهم V2 و سهم V3. خب طبیعی است که کیویلی که ما اینجا میتونیم بزنیم، کیویل میگه V مساوی V1، V2، V3 با هم جمع میشه و چون اینها با هم سری هستن I1، I2، I3 همون جریان تحریک مدار هست. پس این که مثلا شما بیاید بی آی مثبت یا هر جریانی رو که این مدار برای شما
آن را تضمین میکنه، شما بیاد چیکار بکنید؟ به ازای اون فضا بگید بله مثلا جریان من 1 آمپره، خب این ولتاژ چقدره؟ این ولتاژ چقدره؟ این ولتاژ چقدره تحت اون جریان؟ خب KVL، این ولتاژ به اضافه این ولتاژ به اضافه ولتاژ، پس به ازای اون جریان اعمالیتون ولتاژ برای شما تضمین میشه فلان عدد هست. پس کافی است که من بیام مشخصه این رو محاسبه کنم. مشخصه این چیه؟ V1 مساوی نیم I1 یا I1 مساوی زیمنس این 2 ضرب در V1، یا اینجا به ازای هر I2 V2 1 ولت هم میشه، یا اینجا مشخصه دیود جریان های مثبت دیود ساکوت های ولتاژ صفره، یا ولتاژ های مثبت جریان هر جریان رو میتونه ازش بکشه چون اتصال کوتاه میشه، ولی ولتاژ های منفی دیود چیه؟ قطع و جریانش صفره. پس متناظر این سه تا مفهوم بیایم سه تا دستگاه متفاوت رو رسم کنیم. I1 V1 رسم بشه. I1 گفتیم 2 V1ه، یه خط راست از مبدأ مختصات میگذره. V2 مساوی 1 ولته، پس اینم V2 1 ولت رسم کنیم. دیود هم بر اساس I3 و V3، I3 از آنود رد میشه، V3 از آنود تا کاتود پولاریته لحاظ شده. بنابراین اگه جریان مثبت بشه دیود هدایت میکنه ولتاژ صفره، پس این شاخه رو به عنوان مشخصه داریم. و اگر V3 منفی باشه دیود قطعه، V3 منفی باشه دیود قطعه، یعنی جریانی از آن عبور نمی کند. یعنی برخلاف بند اول این سوال که در ویدئوی قبلی داشتیم مشخصه در ناحیه چهارم بود، الان مشخصه در ناحیه دومه. چرا که ما اونجا مسئله جوری بود که جریان رو از کاتود به سمت آنود روانه کردیم از لحاظ جهت‌های قراردادی. اینو دقت کنید، جهت‌های قرارداد. خب الان من بیام این سه تا مشخصه رو در یه مختصات قرار بدم و در امتداد ولتاژ‌ها اینها رو با هم جمع کنیم، بعد جمع برای این منحنی مشخصه ها در ناحیه های انجام میگیرد که هر سه نمودار در اون ناحیه مشخصه داشته باشند. پس عملا بیام این سه تا رو رسم کنم. جریان ها که با هم گفتیم مساوی هست، سه تا رو هم رسم کردیم، این مال باتری، این مال مقاومت، این مال دیوده. در این امتداد اونها رو با هم جمع میکنیم. این محور برای عنصر 1V1، برای عنصر 2V2، برای عنصر 3V3 هست. این محور هم هاکذا I1 I2 I3، ولی چون جریان ها با هم مساوی هست، پس من این محور رو میتوانم یه محور I بنامم، ولی همین محور رو نمیتونم V برایند بنامم، باید اینها رو با هم جمع کنم. پس در این امتداد بیام چیکار کنیم؟ اینها رو با هم جمع کنیم. منتها در ناحیه دوم و سوم، از میخوام سوم و چهارم، فقط مقاومت منبع ولتاژ مشخصه داره، سبز اونجا یا دیود اونجا مشخصه نداره. پس عملا اینجا تضمین صورت نمیگیره، فقط روی محور و ناحیه اول و دوم این تضمین صورت میگیره. پس میلا من بیام این قسمت رو جمع کنم، این سبز با قرمز جمع بشه، قرمز صفره، پس سبز خودشه، با آبی جمع بشه، یه واحد این رو میکشه جلوتر، پس ما یه واحد این رو جلو بردیم. بعد این قسمت، این سبز با این عدد ثابت جمع بشه، این سبز میاد روی این آبی قرار میگیره، بعد این آبی با قرمز جمع بشه، کل منحنی قرمز رو به اندازه یه واحد به موازات خودش میکشه جلو و نهایتا این با شیب دو واحد افزایش رو خواهیم داشت. باز دوباره برگردیم، بندهای بعدی چی بودن؟ مدار میتونه با هر جریان تحریک بشه؟ نگاه بکنیم ببینیم آیا میتونه؟ نه خیر، این جریان ولتاژ براش وجود نداره، این جریان ولتاژ براش وجود نداره. پس اگر مدار را به ازای جریان‌های منفی تحریک بکنید، ایراد فیزیکی خواهد داشت، مشکلات فیزیکی در پی دارد. ولی به ازای جریان‌های مثبت هیچ محدودیتی ما نداریم. از لحاظ ولتاژ ما تحت هر ولتاژی که اینجا اعمال بکنیم، قطعاً یه جریانی از مدار عبور خواهد کرد. پس مدار کنترل شده با ولتاژ رفتار میکنه، ولی کنترل شده با جریان رفتار نمیکنه، مگر اینکه بگیم جریان رو محدود کنیم و فقط جریان های مثبت رو اعمال بکنیم. خب این بخش از سوالمون هم به پایان رسید. آرزوی موفقیت میکنم به همه شما عزیزان. موفق باشید و پایدار.